رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی گفت در ده سال گذشته 170 هزار نفر در کشور بر اثر حوادث ترافیکی فوت شدند. محمد اسماعیل مطلق در کارگاه کشوری تدوین خلاصه سیاستی مداخلات ویژه کوتاه مدت در سلامت و ایمنی ترافیک اظهار کرد سوانه ترافیک جادهی و آسیب ناشی از آن یکی از چالش های مهم حوزه سلامت عمومی در بسیاری از جوامع است که در سطح ملی و بین دارای داره اهمیت است. به گفته یه وی، طبق آمار جهانی متاسفانه روزانه 3700 نفر بر اثر حوادث ترافیکی فوت می کنند و سی تا پنجاه میلیون نفر مستوم یا معلوم می شوند که بار سنگین را به نظام سلامت کشورها تحمیل و هزینه هنگفتی را برای دولتها رقم می زنند. مطلق افزود، در ایران طی ده سال گذشته حدود 170 هزار نفر جان خود را در حوادث ترافیکی از دست دادند و طی سال 1400 نیز 16778 نفر بر اثر این حوادث جان باخته و بیش از 600 هزار نفر مصدوم معلول و یا از کار افتاده شدند وی عنوان کرد از مشکلاتی که حوادث ترافیکی در ایجاد آنها دخیل است میتوان به تحمیل هزینه های اقتصادی بالا به کشورها و خانواده ها بی شدن بسیاری از خانواده ها و ایجاد هزینه های اجتماعی، معلولیت و ناتوانی های بالا تحمیل هزینه های سنگین به بخش سلامت اشاره کرد.